سوره بقره جزء 2 آیه 231 تا 233. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. و هنگامی که زنان را طلاق دادید، آنگاه به پایان روزهای عده خیش رسیدند، پس به شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی آنها را رها سازید و آنان را به خاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا تعدی و تجاوز کنید و کسی که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب قرآن و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می دهد به یاد بیاورید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به همه چیز داناست. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. و هنگامی که زنان را طلاق دادید، آنگاه عده خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود باز ندارید. وقتی که به طرز پسندیده ای در بین خیش ترازی کنند، این دستوری است که هر کس از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می شود و این دستور برای شما پربرکت تر و پاکیزه تر است و خدا می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. و مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و برای آن کس که فرزند برای او متولد شده، لازم است خوراک و پوشاک آنان را
به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد. هیچ کس جز به اندازه تواناییش مکلف نمی شود. نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند و مانند همین احکام بر وارث نیز لازم است. پس اگر آن دو با رضایت و مشورت یک دیگر بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایه‌ای بگیرید، گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه آنچرا که مقرر کرده اید به طور شایسته بپردازید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.